این روزها به هر کجای نهاوند مینگری، بوته های سبز و سفید رنگ گیاه گشنیز خودنمایی می کند. به علت مزایای این محصول هر سال سطح زیر کشت گشنیز افزایش می یابد. من حدود 3 هکتار کشت گشنیز دارم. پارسال 1 هکتار نیم 2 هکتار بوده، امسال افزایش دادم به خاطر اینکه هم کشت سوداوری نسبت به بقیه کشت ها، هم کم آبره. امسال بله 2 هکتار گشنیز کاشتیم، نیم هکتار امسال اضافه کاشتیم. مدت هاست کشاورزان نهاوندی رتبه برتر تولید و کشت این محصول را در کشور دارند. بیش از 65% گشنیز صادراتی کشور و بیش از 90% گشنیز صادراتی استان در شهرستان نهاوند تولید می شود. در حال حاضر 100% محصول تولیدی خام فروخته می شود. با چه زحمت اینو کشت می کنیم، برداشت می کنیم، بعدش به صورت خام فروشیه. عمده سودش هم واسطا می برند. سود نمی بریم، سودش دلالا می برند، چون دولت نمی خرش. با پخش مستند خبری از مرکز همدان در رسانه ملی در رابطه با اهمیت توجه به فراوری این محصول، این مستند مورد نظر مقام معظم رهبری واقع شد که بعد از آن تصمیم گرفته شد سرمایه گذارانی که متمایل به ایجاد واحدهای فراوری‌اند در نهاوند مورد حمایت قرار گیرند. در راستای تحقق توصیه های رهبر معظم انقلاب مبنی بر جلوگیری از خام فروشی، امسال یک واحد فراوری گشنیز، تهیه اسانس و فراوری گشنیز به همت اتحادیه شرکت های تعاونی روستایی شهرستان نهاوند را افتاده. ما تصمیم گرفتیم که قول قوه الهی کارخانه فراوری گشنیز رو احداث کنیم که طرح به صورت آزمایشگاهی مطالعاتش کاملا انجام شده، دستگاه آزمایشگاهیش کاملا به نتیجه رسیده و انشالله میخوایم به صورت پایلوت تر رو با 10% ظرفیت که ماشین‌آلاتش خریداری شده توی این مکان انشالله استقرار بدیم. با فراوری محصول گشنیز سود 100 برابری عاید بهره برداران و کشاورزان میشه. نهاوند بیشترین سطح زیر کشت و تولید این محصول در کشور رو داره. محمد علی روزبه، خبرگزاری صدا و سیما، اراضی گشنیز نهاوند.